سخن 44. درود بر تو ای ایرانی پاک نژاد، و سلام و احترام بر شما جوانان هموطنم که سر در راه رهایی ایران و ایرانی گذارده اید، تا جهالت و خرافه پرستی را از روان ایرانیان پاک کنید، تا آنکه میهن در راه پیشرفت و ترقی و تجدد قرار بگیرد. و با سپاس از رادیوی اسرائیل. دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی که در پناه شکوفایی و رونق اقتصادی به وجود آمد و ایشان به لقب شاهنشاه آریامهر ملقب گردید، 37 سال طول کشید، یعنی از روز 26 شهریور ماه 1320 شمسی که در مجلس شورای ملی سوگند یاد کرد تا به عنوان پادشاه مشروطه حافظ قانون اساسی و استقلال ایران باشد، تا آخرین روزهای بهمن ماه 1357 شمسی که متاسفانه با مشورت و خواست سفرای دولت‌های امریکا و انگلیس و اراده شخصی وطنش را ترک کرد و از ایران خارج گردید. و با این اقدام، یعنی خالی کردن سنگر مقاومت در مقابل مخالفین، فروپاشی سلطنت پهلوی را شخصا اعلام فرمودند. فرزند برومند فردا ساز وطنم، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. امروز دیگر محمد رضا شاه به تاریخ پیوسته است، اما یادمان باشد چه بسیار بودند که بعضی از آنها هنوز هم زنده هستند. خاندانهای ایرانی که همراه پهلوی ها کوشیدند و شاهد فراز آمدن ایرانی نو از قعر سیاهی ها و مناهی ها شدند و به همت بیدار دلان ایرانی کشوری عقب مانده و از هم پاشیده را که در منجلاب جهل و خرافه و فقر و درماندگی فرو رفته بود، تبدیل به مملکتی پیشرو نمودند که در آن سالهای پرتلألؤ در میان بسیاری از کشورهای بزرگ جهان سرفرازی ایرانی را پایگذاری کردند و ما ایرانی ها در بین ملل جهان ملتی شدیم قابل احترام. اما حالا گوش کنید به چکیده‌ای از آرزوهای پادشاهی که در آخرین روزهای حیاتش برای آن ملتی که به او پشت کرد چه از خود به جای گذاشت. شاهنشاه آریامهر گفته است که آرزوی من این بود آینده ملت ایران افتخارآمیز و سعادتمند و پر رونق باشد، آینده فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است. آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آنان هست در خانواده بزرگ انسانی به دست بیاورد و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کند. امیدوار بودم سیاهی های قرون وسطا را که دیگر ملتم از آن نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است پا بر جا بسازم. در تمام مدت پادشاهیم فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم و برای رسیدن به این آرمان بزرگ سعی فراوان به کار بردم و با دشواری‌ها
و موانع بسیار مبارزه کردم. اما ای عزیزان هموطنم، گوش کنید به آخرین جمله از پیام پادشاه که چه گفته است. ممکن است من در طی سلطنتم اشتباهاتی هم مرتکب شده باشم، اما کوششم برای عظمت و اعتلاء ایران هرگز خطا نبود. شمایی که به من گوش می کنید باید توجه کامل داشته باشید که در هر دو مورد پادشاه حقیقت را بیان می کند، زیرا به تحقیق کوشش و مجاهدات پادشاه در راه ایجاد ایرانی سربلند صادقانه بود و یقیناً تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد. اما متاسفانه اشتباهات آریامهری هم جبران ناپذیر بود، چنان که همگان شاهد بودیم و دیدیم که نخستین سنگ آوار اشتباهات چگونه بر سر آریامهر و سلطنت پهلوی ها فرود آمد. فرزند عزیزم، در این قصه های تاریخی به ویژه تعریف دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی روی سخنم با شما فردا سازان میهنم می باشد، زیرا چه آنها که همراه پادشاهان پهلوی کوشیدند و ایران را ساختند و چه آن گروه و دسته هایی که برای فروپاشی ایران به همراه عوامل بیگانه دست به هر تخریبی زدند و عاقبت هم به مقصود رسیدند، امروز دیگر در گذشته خود غرق شدند. مسلماً هر دو دسته از آن چه اتفاق افتاده است متحیر و متعجب می باشند و هم پشیمان و نادم و نگران آینده وطنشان و ملتی که فریب خورد و نادانسته دست به یک خودکشی دست جمعی زد، زیرا بدون آن که بداند چه می کند و یا چه می خواهد فرصتی را که بعد از هزار سال به دست آورده بود بسیار آسان به هدر داد و میهنش را که با زحمت فوق العاده از میان سیاه چال جهل و تاریکی بیرون کشیده شده بود ناآگاهانه تحویل آخوندیسم و ایادی دست نشاندهی بیگانه داد و یک بار دیگر فقر و نیستی و بدبختی و جهل و خرافات را برای ساده دلان ایرانی به ارمغان آورد. اما شما ای نوجوانانی که آن روزها نبودید ولی امروز با حکم غریزه می‌خواهید فردای ایران را بنا کنید، باید بدانید و بفهمید که واقعا چه شد، چگونه و چرا ملتی پس از هزار سال خاکستر نشینی زیر دست بیگانه عرب و ترک و مغول با مقاومتی جانانه توانست زبانش، فرهنگش، استقلال و ملیت و ملیتش را حفظ نماید و به محض آنکه فرصتی یافت در کوتاه‌ترین زمان کوشش کرد تا سیاهی ها و مناهی های هزار ساله را از وجود خود پاک کند و دوباره روی به تمدن و روشنی بیاورد، آن هم در یک دنیایی تازه و نو. ولی چه شد؟ چرا ناگهان فرو افتاد و خاکستر نشین گردید؟ شما عزیزان هموطنم به درستی باید کاستی ها را بشناسید تا بار دیگر به اشتباهی که هم اسران محمد رضا شاه دوچار آن شدند گرفتار نشوید، زیرا هر که نامخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. و حالا برای آن که بتوانیم با هم قصه دوران زندگی محمد رضا شاه را به دقت مرور کنیم، از روز تولد تا روزی که زیر فشار طاقت فرسای ناهمگونی ها تصمیم گرفت ایران یعنی وطنش، یعنی خانه اجدادیش، یعنی سرزمینی را که او و پدرش با هم در آبادانیش کوشش ها کرده بودند ترک نماید،
و باز از همه آن چه در دوران شاهنشاهی ایشان گذشت اطلاع پیدا بکنیم، باید که با هم برگردیم به روز چهارم آبان ماه 1298، یعنی به 88 سال قبل، روزی که اولین پسر در خانواده رضاخان میرپنج به دنیا آمد. محمد رضا در واقع سومین فرزند رضاخان بود، زیرا نخستین فرزند رضاخان دختری بود از خانمی دیگر به نام فاطمه که او را بعدها همدم و سلطنه نامیدند. دومین دخترش شمس نام داشت که اولین بچه از تاج الملوک بود. اما همراه محمد رضا هم دختر دیگری به دنیا آمد که نامش را اشرف گذاردند. خانواده رضاخان میرپنج در آن روزگار در یک خانه قدیمی که سردرش کاشیکاری آبی داشت در محله نوسازی در بیرون دروازه قزوین زندگی میکرد. این خانواده به تازگی کمی رفاه مادی پیدا کرده، در بین مردم شهر تهران سرشناس شده، به تدریج بین خانواده های حکومتگرا و الیگارشی آن روز سر در آورده. به این جهت خانواده تصمیم گرفته است که به بهترین وجهی همه وسائل رو برای زایمان تاج الملوک آماده کنند، زیرا او علاوه بر آن که با یک میرپنج ازدواج کرده، خودش هم دختر یک میرپنجی است که روزگاری فرمانده و رئیس سردار سپه بوده و سری توی سرها دارد. به این سبب مشهورترین قابلی آن روز تهران را که به نام زیور مشهور بود فرا خواندند تا زائو را در خانه اش روی خشت ببرد و نوزاد را سالم به دنیا بیاورد. نزدیک غروب بالاخره پسری ضعیف و نحیف تقریبا نیمه بیهوش از شکم مادر خارج شد و وقتی زیور ماما پاهای بچه رو گرفت و از طرف پا بلندش کرد و حال جسمی نوزاد رو دید، سخت نگران شد، زیرا صدای از نوزاد شنیده نمی شد. زیور دو ضربه محکم به پشت نوزاد زد که ناگهان صدای گریهش بلند شد و با گریه او صدای هلهله و شادی اتاق رو پر کرد. هنوز زیور از بریدن بند ناف پسرک فارغ نشده بود که دید زاو به سختی می نالد و فریادش به آسمان است. وقتی نزدیک شد متوجه کردید که نوزاد دیگری هم در راه است و پس از ساعتی دختری به دنیا آمد برعکس پسرک، پر جنب و جوش، پر سر و صدا، که معلوم شد با تقلاها و حرکاتش حتی در رحم مادر هم جای محمد رضا رو تنگ کرده بود و همین سبب در موقع تولد دچار ضعف شده بود. رضای نیازمند مؤلف کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت نوشته است که شیخ عباس ملایری نوه شیخ عبدالحسین ملایری که در آن روزگار آخوند مشهوری بود برای نیازمند تعریف کرده که خانواده سردار سپه سخت پایبند تعصبات و خرافات و مراسم مورد نظر آخوندها بود. به همین سبب یکی از ارکان صاحب قدرت در خانواده به خصوص بین خانمها آخوندهای روزخان و مسئله گوهایی بودند که هر هفته ترتیب روزخانی و مسئله گویی را در منزل ایشان برپا می کردند. به همین سبب به دستور شیخ ملایری برای شب ششم تولد و نامگذاری پسر تازه به دنیا آمده جشن مفصلی هم برپا کرد تا آخوند بیاید و با تشریفات در گوش نوزاد شش روزه تلقین کند که او مسلمان است و 14 معصوم چه کسانی هستند و شهادتین یعنی چه، یعنی عملا به یک بچه شش روزه بفهماند که آخوند فرمان فرمای تمام زندگی او در همه عمرش خواهد بود، یعنی باید در همه عمر فریب و نیرنگ آخوند رو پذیرا باشد. حالا توجه کنید که محمد رضا ظاهرا در یک خانواده سخت متدین به دنیا آمده،
ولی البته جای مبانی صحیح دینی را در آن فامیل مسائل خرافی، تعصبات ناصحیح، آخوندبازی، جادو و جنبل و جنگیری و فارگیری و سرکتاب باز کردن و تشریفات روزخانی و سینزنی و قمزنی گرفته است. یکی از کارهای بزرگ خانم خانه آن است که نزورات از قبیل آشهای نظری، شل زرد و حلوا رو برای روزهای عید، قیم پلو و آبگوشت روزهای معین عزاداری رو شخصا ترتیب بده. به همین سبب خانه میر پنج‌رضاخان که خودش در مأموریت‌های سخت جنگی در شمال ایران به سر می‌برد و سرگرم قلع و قمع کردن بلشویک‌ها بود، مبدل شده به حسینیه‌ای که همه جور آدمی هم در آن خانه رفت آمد دارد. محمد رضا هنوز 3 سالش نشده بود که روزهای دهه محرم لباس مخصوص عزاداران سید الشهدا را تنش می‌کردند و یک کشکول هم دستش می‌دادند تا برود و به تشنگان صحرای کربلا آب بدهد که لب تشنه از دنیا نروند. اگر شما به تصاویر 4-5 سالگی این طفل بیگناه نگاه کنید که معروفترین آن تصاویر عکسی است که محمد رضا با لباس عزاداری روی زانوی پدرش نشسته، یک گردنبند نظر قربونی و یه مدال ونیکات روی سینه‌اش سنجاق شده که از چشم زخم محفوظ باشد، آنگاه متوجه خواهید شد که خانواده حتی پدر چگونه به تربیت محمد رضا چشم دوخته بود. عمر تو اگر فزون شود از 500، افسانه شوی عاقبت از روی خرد. باری چو فسانه می شوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد.